سلام خدمت همه دانش آموزان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه، سلامت و سرحال باشین. مهدی عزیزی هستم، به کلاس ریاضیمون خوش اومدین. امیدوارم که روزگار خوبی رو بگذرونی. انشالله خدا بخواد امروز میخوایم یه سری از مباحث پایه‌ای و بسیار مهم و مفهومی ریاضی رو با هم کار بکنیم، به عنوان ابزارهای خیلی مهم استفاده بکنیم و انشالله از هفته بعد جزوه‌های کلی رو بهتون میدن، یعنی کل جزوه مثلا تابع دهم، یازدهم، دوازدهم داخلی جزوه بهتون میدن، کل مثلثات داخلی جزوه بهتون داده میشه که پرینت بگیریم میشه خودتون داشته باشین. و از هفته بعد دیگه انشالله کتاب تست هم معرفی میکنیم و جلسات تستنیمون و تمرینایی که تو منزل باید حل بکنین و آزمون گرفتنمون دیگه از هفته بعد انشالله به امید خدا شروع میشه. خدمت شما بگم که بریم سراغ درسمون رو شروع بکنیم. انشالله کلاس خوبی باشه. این هفته کلاسمون استراحت وسط نداره، درسمون یه ضرب میگیم تموم شد بعد تعطیل میکنیم. از هفته بعد کلاسمون دیگه 3 ساعت است، 1 ساعت و 10 دقیقه 1 ساعت و ربع درس میدیم، یه 10 دقیقه رو بی استراحت میکنیم و دوباره 1 ساعت و خورده ای ادامه میدیم. پس از هفته آینده کلاس 3 ساعت است، وسط شکل رو استراحت داره. امروز کلاسمون نه، یک ضرب مثلا 2 ساعت هر چقدر شد درس میدیم تا بحث امروزمون رو تمامش بکنیم. خب بریم با هم شروع کنیم. فقط یه چیزی یادتون باشه، یه چیزی یادت باشه، موقع درس دادن من چیزی نمی نویسید، اسکرین شات نمی گیرید، هیچی، فقط درس رو گوش میدید. جزوه خام رو براتون رو پنل الان آپلود میکنن، جزوه خام امروز رو از هفته های برم که جزوه های مثلا 7 8 جلسه رو با هم دیگه بهتون میدیم، هر 10 جلسه اینا رو با هم دیگه بهتون میدیم که داشته باشید، هر دفعه نخواهید دانلود بکنید. و نکته مهمی که کلاس هم که تموم شد بلافاصله یک رو بعد از کلاس جزوه حل شده هم براتون ارسال میشه، روی پنلاتون قرار میگیره یا براتون تو همون گروه ها ارسال میشه. خب بریم سراغ درسمون. از هفته بعد یه گروه درست میشه برای بچه‌هایی که خب ما از هفته بعد دیگه دانش آموزان فقط حتما ثبت نام شده باشن سر کلاس، ما از هفته بعد یه گروه تشکیل میدیم برای بچه‌هایی که داخل کلاس هستن. داخل اون گروه یه پشتیبان داریم، پشتیبان بهتون میگه چطوری اشکالاتونو بپرسین، اشکالا براتون حل میشه، ارسال میشه، همه این کارا داخل اون گروه ان شاءالله از هفته بعد انجام میشه. خب بریم سراغ درسمون. خب بسم الله بچه‌ها، مطلب اولی که میخوام امروز هم کار بکنیم در مورد تابع هموگرافیک. یه بار چت رو پاک کنیم که من کلا چت رو ببینم از اول. تابع هموگرافیک چیه؟ تابع هموگرافیک تابعی است کسری که معروف ترینش اینه بچه‌ها. این معروف ترین تابع هموگرافیکه. بچه ها وقتی ایکسمون میره تو مخرج تابع میشه هموگرافیک. نمودار تابع هموگرافیک به این شکله بچه ها. این نمودار تابع هموگرافیکه. یادتون باشه تابع هموگرافیک شاخه عمودیش به محور ایگرگان نزدیک میشه، شاخه افقیش به محور ایکس ها نزدیک میشه. تابع هموگرافیک شاخه عمودیش به محور ایگرگا و شاخه افقیش به محور ایکس ها نزدیک میشه. بچه ها میگن تخته رو بزرگ کنیم، من خودشون نباید انجام بدن این کار. کدوم آیکونه که با بزنن خودشون شاید نمیدونن. بچه ها هر کدوم از صفحه ها رو شما یه سه نقطه اون بالا داره، سه نقطه رو بزنید نوشته تصویر بزرگتر شد کوچکتر شد، خودتون بزرگترش کنید. خواستی تصویر تخته رو بزرگ کنی، خواستی تصویر تابلو رو بزرگ کنی، فرقی نمیکنه. خب بچه ها حالا من اگر تابع هموگرافیک رو در یه عدد منفی ضرب کنم خب معلومه دیگه قرینه میشه، یعنی نمودارمون اینور و اینور میفته، قرینه میشه نمودارمون. خب حالا نگاه کنیم، این میشه محور ایگرگا که تابع شاخه های عمودیش بهش نزدیک میشه، این میشه محور ایکس ها که تابع شاخه های افقیش بهش نزدیک میشه. پس منو نگاه کن، تابع هموگرافیک یه تابعیه که قسمت های عمودیش به محور ایگرگا و قسمت های افقیش به محور ایکس ها نزدیک میشه. حالا میخوام چیز جذاب بگم. فرض کنید تابع هموگرافیکتون، قشنگ گوش کن، فرض کن تابع هموگرافیک شما از ایکس هاش دو تا کم بشه، به ایگرگاش یه دونه اضافه بشه.
بچه‌ها وقتی از ایکسش دو تا کم میشه طبق انتقال که سال 11 خونیم نمودار دو واحد میره جلو. پس من باید تابع هموگرافیکمو دو واحد به سمت جلو ببرم. اینجا رو نگاه کن. میخوام یه چیز خیلی خیلی مهم بهت بگم ها. بچه‌ها محور تابع هموگرافیک دو واحد بیاد جلو، یعنی این دفعه دیگه قسمت عمودیش به محور وای ها نزدیک نمیشه، به محور ایگرگا قسمت عمودیش به اینجا نزدیک میشه و چون به اضافه یک داره یه واحد هم باید بره بالا. بچه ها تابع هموگرافیک یه واحد میره بالا، پس قسمت افقیش هم دیگه به محور ایکس ها نزدیک نمیشه، به این نزدیک میشه. یعنی بچه ها تابع هموگرافیک ما اینجا و اینجا میفته. اینها انگار تابع هموگرافیکمونو گرفتیم دو واحد بردیم جلو یه واحد بردیم بالا. اول تا اینجا بهم بگو اوکی؟ قبول داری قشنگ انگار دو واحد رفته جلو یه واحد رفته بالا؟ اینو قبول دارین؟ خب بچه ها ولی یه چیزی بهتون بگم، یه چیزی بگم، ما اینطوری نمیخوایم نمودار رو رسم کنیم، راه راحت‌تر میخوایم یاد بگیریم. یه لحظه منو نگاه کن، حواس اینجا، تمام مباحثی که درس میدی مشترک بین ریاضی و تجربی. اگر یه مبحثی مشترک نباشه کلاس ریاضی ها جدا و تجربی ها جدا تشکیل میشه. خب لطفا فقط نگاه کنید، میشه این یکی رو نگاه کنید بچه ها؟ اینجا رو ببینید لطفا، اینجا رو ببینید. حتی من میخوام این تابع هموگرافیکم رو، این تابع هموگرافیکو یه واحد بیارم عقب، مثلا دو واحد ببرم بالا. کامل حواست پیشه. الان دارم توی یه مثال دیگه دوباره توضیح میدم. خب بچه ها میدونید که تو مبحث انتقال هر بلایی سر ایکستون بیاد برعکس انجام میدیم، یعنی ایکسمون به اضافه بشه نمیریم جلو، میایم عقب. ایکسمون منها بشه نمیریم عقب، میریم جلو، ولی ایگرگ مستقیمه. پس بچه ها چون اینجا ایکسمون به اضافه یک شده، من باید تابع هموگرافیکمو، تابع هموگرافیکمو اینها اینو که شکلش رو براتون رسم کردم، یه واحد درست اضافه شده ولی بیارمش عقب. وقتی من یه واحد اونو بیارم عقب این شکلی میشه، یه واحد میارمش عقب، یعنی دیگه به جای اینکه به محور ایگرگا نزدیک بشه به این خط نزدیک میشه، یه واحد اومد عقب. ضمناً میخوام دو واحد ببرمش بالا. بچه ها دو واحد ببریمش بالا، اینم دو واحد رفت بالا، یعنی به جای اینکه به محور افقی به محور ایکس ها نزدیک بشه به این نزدیک میشه. خب بچه ها ببینید نمودارش چه شکلی میشه. الان علی نمودار رو نگاه کنید، میخوام یه واحد بیارمش عقب دو واحد ببرمش بالا، این میشه نمودارش. این از این، اینم از این. حله بچه ها الان قشنگ متوجه شدین که من این نمودار رو انگار با دستم قسمت‌های قرمز رنگ رو گرفتم، یه واحد آوردم عقب دو واحد بردم بالا. تا اینجا اوکیه؟ تا اینجا اوکیه؟ خب ولی میدونستین اصلا اینا به درد نمیخوره؟ آقا چرا اینا به درد نمیخوره؟ بهت میگم الان، به خاطر اینکه سر جلسه کنکور، سر جلسه کنکور نمیان اینو به تو بدن که بچه. من چیز شما میگم، من یه مطلب رو 10 بار توضیح نمیدم، من یه مطلب رو یه بار میگم ازش کلی مثال حل میکنم. اگر یه مثالی رو متوجه نشدی صبر کن تو بعدی متوجه بشی، چون ممکنه یه لحظه تو حواست نباشه، یه لحظه نتت قطع بشه، وقت 130 نفر رو نگیریم برای شما. ولی من مثالی رو که میگم شبیهش کلی دوباره حل میکنم، تمرکز داشته باش، کامنت هم هی نزن که حواس هم پرت نشه. مرسی. حواس اینجا، حواس اینجا، حواس اینجا. خب امروز هم خوب یاد میگیری، شما حواستون پرت و پلاست، لطفا حواستون رو من بدین. من اولین تخته‌ای که دارم مینویسم 18 بار برگشتن دارم سوال شما رو جواب میدم. اصلا ما دانش آموز اینطوری به دردمون نمیخوره که. شما باید حواستون فقط به من باشه، به چیزی بر نرین. من یه دونه دو تا مثال پای تخته نوشتم 17 دفعه تا حالا برگشتم به شما گفتم توضیح میدم، مثال حل میکنم. خب حواس اینجا باش بچه ها، نکته فوق العاده مهم، من اگر اینو مخرج مشترک بگیرم، اگر اینو مخرج مشترک بگیرم میشه این شکلی، پایین میشه x منهای 2 بالا میشه x منهای 1. مخرج مشترک گرفتم، یعنی یه مخرج 1 به این دارم، مخرج مشترک گرفتم. این یکی.
اگر اینو مخرج مشترک بگیریم، یعنی یه مخرج یک به این بدیم، پایین میشه x به علاوه 1، صورت هم میشه 2x به علاوه 1. مخرج مشترک گرفتم. حالا یه چیزی بهت بگم، اگر سر جلسه کنکور به شما بگن تابع هموگرافیک بکش، مخرج مشترک گرفته شده بهت سوال میدن. ما چی کار رو باید بکنیم؟ اصلا دیگه شما نیاز نداره هیچ کدوم از اینا رو بلد باشید. اجازه بدید. اجازه بده. خب اینجا رو ببین، شما نیاز نداره اصلا اینا رو بلد باشید انتقالش بدید. آقا چی کار کنیم؟ روش جذاب رو نگاه کن در رسم تابع هموگرافیک. من الان میخوام یه روش به تو یاد بدم، بدون اینکه این کارها رو انجام بدی، بدون اینکه از انتقال استفاده بکنی، نمودار تابع هموگرافیک رو خیلی سریع رسمش کنی. آقا چطوری؟ لطفا نگاه کنی. میخوام اینو براتون رسم کنم. اینو حواسا پیش من. اینجا رو ببینید. میخوایم ایگرگ مساویه ایکس منهای یک به ایکس منهای دو رو رسم کنیم. میخوایم ایگرگ مساویه دو ایکس به علاوه یک به ایکس به علاوه یک رو رسم کنیم. شیشتونگ حواسا پیش من. شیشتونگ حواسا اینجا. هر موقع خواستی تابع هموگرافیک رسم کنید. تابع هموگرافیک چه تابعیه؟ یه تابع کسریه که مخرجش x داره. حالا صورتش هم میتونه x داشته باشه، میتونه نداشته باشه. تابع هموگرافیک تابعیه که مخرجش x داره، صورتش میتونه x داشته باشه، میتونه x نداشته باشه. اینها اینها الان اینجا صورتش x نداره، ولی اینجا صورتش x هم داره. پس تابع هموگرافیک مخرجش x داره، صورتش میتونه داشته باشه، میتونه نداشته باشه. خب بچه ها هر موقع خواستی تابع هموگرافیک رسم کنید، الان من میخوام این تابع رو رسم کنم. خیلی برام سخته اینو رسم کنم. آقا چرا؟ من نمیدونم این تابع هموگرافیک قبلا چی بوده که مخرج مشترک گرفتن این شکلی در اومده، ولی یه راه جذاب بلدیم. آقا چرا جذابی؟ بله بله محمد جواد جان، همون تابع گویاه، ولی ایکسش درجه یکه دیگه، هر تابعی نمیتونه باشه. خب بچه ها برای رسم تابع هموگرافیک ببین چقدر جذاب، از اینایی که من بهتون یاد میدم استفاده کنید. حرکت اول، میرید مخرج و مساوی صفر میذارید. میخوام یه کاری کنم انتقال و اینا کلن تفکیک کردن انتقال کلن ولش کن. حرکت دوم، میایید ضریب x صورت رو به ضریب x مخرج تقسیم میکنید. بچه ها ضریب x صورت رو به ضریب x مخرج تقسیم کنید میشه y مساوی 1. حرکت آخر، یه نقطه کمکی میدید به تابه. آقا چه نقطه؟ هرچی عشقته، من دوست دارم به x برم صفر. آقا از کجا فهمیدی صفر؟ از نم هرچی عشقته، من دوست دارم صفر برم. تو 700 بده بهش. بچه به x میدیم صفر. اگر تو صورت و تو مخرج به جا x بذاریم صفر، صورت میشه منفی 1، مخرج میشه منفی 2، کلا میشه 1/2. تمام، تابع هموگرافیک رسم شد. آقا چطوری؟ بفرمایید. اینم تابع هموگرافیک. این x مساوی 2 همون خط عمودی است. این y مساوی 1 همون خط افقی است. یعنی بدون اینکه اصلا انتقال بخوام استفاده کنم، بدون اینکه ببینم قبلا چی بوده، فهمیدم این نمودار چقدر رفته چپ و راست، چقدر رفته بالا پایین. حالا حرکت آخر، حالا حرکت آخر. بچه ها الان نمودار تابع هموگرافیک من یا اینجا و اینجا قرار داره، الان تابع هموگرافیک من یا اینجا هاست یا تون ناحیه های سفیده، یعنی اینجا ها. یعنی تابع هموگرافیک من نسبت به این خطوط عمودی و افقی یا اون بری و این بری قرار میگیره یا اینجا و اینجا قرار میگیره. سوال من اول جواب بدید، آیا قبول دارید تابع هموگرافیک نمودارش زبدریه؟
یعنی یا این بر و این بر تو ناحیه‌های زرد رنگه یا اینجاها تو ناحیه‌های آبی رنگه. اینو قبول داریم؟ بله آقا قبول داریم. از کجا بفهمیم کجا قرار میگیره؟ نقطه کمکی. بچه ها نقطه کمکی شما 0.1 تو دستگاه مختصات. بچه ها مگه این یک نیست؟ میگیم بله. نقطه 0.1 اینجاست. چون نقطه کمکیتون تو ناحیه زرد رنگه، یعنی تابع هموگرافیکت هم تو ناحیه زرد رنگه. پس بچه ها یکیش اینجاست، اون یکیش هم این پایینه، دقیقا از همون نقطه زرد رنگ، نقطه که قرار دادیم. یه بار با اون بالایی بالا نزدیک میشیم، یه بار هم با اون پایین پایین. و سلام، این هم شد طریقه رسم تابع هموگرافیک، بدون اینکه اصلا انتقال و اینا بخوایم استفاده کنیم. حالا یکی دیگر کنم بهتر یاد بگیری، بفرمایید. یکی دیگه نگاه کن اینجا رو. اولین کاری که میکنیم مخرج و مساوی صفر میذاریم. این عددی که به دست میاد همون خط قائممونه. بچه ها به اون خطا، به اون خطا اصطلاحا میگن مجانب. مجانب سه حرف اصلیش جنبه، جنب یعنی کنار، یعنی نمودار میره به کنارشون نزدیک میشه. خب اینجا رو ببینیم بچه ها. سوال حرکت دوم، ضریب ایکس صورت رو، ضریب ایکس صورت رو به ضریب ایکس مخرج تقسیم میکنیم. ضریب ایکس صورت تقسیم بر ضریب ایکس مخرج چند میشه بچه ها؟ مرسی، میشه ایگرگ مساوی 2. اینم میشه اون خط افقیه. و اما حرکت آخر، و اما حرکت آخر، نقطه کمکی. مثلا به ایکس میدیم 0، میتونی هر عددی اشغته بدی. من 0 دادم بچه ها. به ایکس 0 بدیم بایمون چند در میاد؟ به ایکس 0 بدیم بایمون چند در میاد؟ مرسی، چرا نیم؟ به ایکس بدیم 0 بایمون 1 در میاد. تمام، نمودار رو نگاه کنیم. نمودار بچه ها خط عمودیمون -1، خط افقیمون 2، اینم 2. حالا نقطه کمکی. بچه ها نقطه کمکیمون 0.1. تو دستگاه مختصات نقطه 0.1 اینجاست. قبول دارید این دفعه بچه ها نمودارمون یکیش این بر میفته، یکیش هم این بر میفته. یاد گرفتی؟ بله. آباریکلا. دیدی چه قشنگ بود؟ حالا اگر آماده ای یه چک نویس داشته باش، سوال بگم تو حل کن. یه سوال بگم تو حل کن ببینم چیکار میکنی. خب برو ببینیم بچه ها. اینایی که الان براتون رسم کردم، اینایی که الان براتون رسم کردم همون دوتا بالایی هست. فقط بچه ها تو بالایی ها با انتقال حل کردم، توی پایینی ها بدون انتقال. شما بدون انتقال دیگه حل کنید. خب بفرمایید بچه ها رسمش کنید ببینم. برو ببینم، شروع کنید سریع سریع. شما اصلا حرفای منو گوش نمیدین. نه وقتی ایکس رو میذاریم 0 ایگرگش میشه 1 دیگه. شما نقطه از سال هفتم داشتیم، سال هشتم ایکس رو گذاشتم 0 تو صورت و مخرج، ایگرگ رو به دست آوردم. شروع کنید هر سه تا کاری که من گفتم رو انجام بدید سریع. سفرم میارم پایین که اگه میخواین یه کمکی از بالا بگیرید بدونید باید چیکار کنید.
بله وای کلشه، ولی ما وقتی زری بار میگیریم میخوام اینو اون آخر آخر به چی نزدیک میشه، کلش برامون مهم نیست. خب خیلی ها انگار کشیدن نمودارو، خیلی ها انگار کشیدن نمودارو تمام. بله بریم ببینیم، بریم ببینیم، بریم ببینیم چطوری کشیدیم. شروع میکنیم. حرکت اول، مخرج و مساوی صفر میذاریم، x میشه 1/2، این میشه مجانب قائم. حرکت بعدی میگیم y مساویه ضریب x صورت ضریب x مخرج، جواب میشه 1. حله، اینم میشه مجانب افقی. و اما حرکت بعدی، نقطه کمکی، به x میدیم 0. بچه ها به x بدید 0، صورت میشه منفی 3، مخرج میشه منفی 1، تقسیم کنی میشه 3. نمودارشو ببینیم، حواس اینجا. خب بچه ها مجانب عمودیمون 1/2، مجانب افقیمون 1، نقطه کمکیمون هم 0 و 3. بچه ها نقطه 0 و 3 اینجاست. خب از اینجا یه بار به این نزدیک میشیم، یه بار به این. پس اون یکیش هم منو نگاه کن، اون یکیش هم میفته اینجا. بعضی از بچه ها ممکنه سوتی بدن بیارنش اینجا. آقا نباید به محور نزدیک کنی نمودارتو، که نمودارتو باید به مجانب ها نزدیک کنی. آره به مجانب ها باید نزدیکش کنی. اینم از اوکیه؟ یه اوکی بده به هم. بودو ببینم، بودو بودو بودو، ماشاءالله. حالا یه چیز جذاب بهت بگم آقا. چی؟ اینجا رو نگاه کن، کیف کن، حواست پیش من، حواس پیش من. بچه ها در تابع هموگرافیک اینجا رو ببین، در تابع هموگرافیک به این نقطه‌ای که مجانب با همدیگر رو قطع میکنن، به این نقطه‌ای که مجانب با همدیگر رو قطع میکنن، الان اینجا مختصاتش هست 1/2 و 1. اینجا نقطه‌ای که مجانب با همدیگر رو قطع میکنن مختصاتش هست -1 و 2. بچه ها به این نقطه میگن مرکز تقارن. یعنی بچه ها مرکز تابمونه، وسط شکلمونه. حالا سوال، آیا قبول دارید مرکز تقارن محل برخورد مجانب های بچه ها؟ جایی که مجانب ها به هم میخورن، مگه نه؟ آباری کلا، آفرین. این یکی رو ببین، این یکی. بچه ها بدون اینکه اصلا شکل رو بچشید میگیم مجانب قائم 1/2، مجانب افقیمون 1. پس مرکز تقارن این تابع جاییه که ایکسش 1/2، ایگرگش 1. اینا اینم میشه مرکز تقارن. خب اینم نگاه کنیم بریم قسمت بعدی. نگاه کنیم با هم. اینجا رو ببین، خب یه لحظه حواستون اینجا باشه. خب بچه ها نگاه کنید، همه حواسا پیش من، همه حواسا پیش من. بچه ها مطلب اول، مطلب اول
مجانبه قائم، مجانبه قائم x مساوی یه عدد مثبتیه. خب بچه ها مجانب قائم این منفی یکه، پس غلطه. مجانب قائم این یکه، درسته. مجانب قائم این منفی یکه، غلطه. مجانب قائم اینم ریشه مخرجیه که اینم درسته. پس مجانب قائممون این دوتا درسته. بچه ها مجانب افقیمون، مجانب افقی ایگرگ مساویه یه عدد منفیه. بچه ها اینجا اگر مخرج مشترک بگیریم، مخرج مشترک بگیریم میشه این. بچه ها توی اینجا ضریب ایکس صورت به ضریب ایکس مخرج مجانب افقیش میشه یک، ولی اینجا ضریب ایکس صورت به ضریب ایکس مخرج مجانب افقیش میشه منفی یک. پس گزینه چهار درسته. پس گزینه چهار درسته. حل بچه ها اوکیه؟ بله اوکی. خوب میشه اینجا رو ببینی؟ اینجا رو نگاه کنید. خب بچه ها یه تست کنکور رو هم ببینیم، یه تست کنکور رو هم ببینیم. همه حواسا بیش من. بله بله باید مخرج مشترک بگیرید سادش کنید. نمودار تابع ایگرگ مساویه آیکس به علاوه چهار به بی ایکس منهای سه، اینجا هم باشه مثلا سی به شکل مقابل است. آ و بی و سی رو میخواد. حواس اینجا، همه حواسا بیش من، همه حواسا بیش من. بچه ها مطلب اول، مطلب اول مجانب قائم منفی یکه، مجانب قائم منفی یکه. بچه ها مجانب قائم چی بود؟ ریشه مخرج. مخرج و مساوی صفر بذاریم ریشه مخرج میشه مجانب قائم. پس بچه ها قبول دارید این باید همین منهای یک باشه؟ پس قبول دارید بی بوده منفی سه؟ این اوکیه؟ این اوکیه؟ دمت گرم. بریم سراغ افقی. بچه ها مجانب افقیمون سه. بچه ها مجانب افقی چطوری به دست می اومد؟ ضریب ایکس صورت تقسیم بر ضریب ایکس مخرج. پس بچه ها ضریب ایکس صورت تقسیم بر ضریب ایکس مخرج باید سه در بیاد. خب یه ستاره میذارم اینجا، طبق اون ستاره بی منهای سه بود، پس به جای بی میذاریم منهای سه. بچه ها میفهمیم آ هم بوده منفی نو، دیدی چقدر باحال بود. و اما حرکت آخر، بچه ها قبول دارید این نقطه نقطه کمکیه؟ ایکسش دوه ایگرگش صفره، اینو قبول داری؟ اون نقطه ای که ما داده نقطه کمکیه، ایکسش دوه ایگرگش صفره. ماشاءالله میریم داخل تابع x رو میذاریم 2، y رو میذاریم 0. داخل تابع y رو میذاریم 0، x رو میذاریم 2. خب بچه ها a که منفی 9ه، جای x میذاریم 2، c هم نداریم. تو مخرج b که شده منهای 3، جای x میذاریم 2، اونم منفی 3. خب بچه ها اگر اینو طرف این وسط این کنیم، این بر 0 میونه، اون بر منفی 18 به علاوه سی، پس سی هم برابر 18ه. یعنی بچه هر مدلی دیگه بپرسن ما بلدیم هموگرافی کل کنیم. این همه توضیح دادم که بتونیم این سوالا رو دیگه حل کنیم. اوکی به این بده حله؟ حله بچه ها؟ آباریکلا. بله. خب نقطه کمکیمون هم که معلومه دیگه، مختصات این نقطه 2 و 0 دیگه.
مختصاتش 2-0. خانم شیدا خانم، ببینیم من اول کلاس توضیح دادم، گفتم کلاسمون شد 1 رو بعد جزوه حل شده رو قرار میدیم. شما دیر رسیدین، بعد هی هم اینو مینویسین. خب من فکر کنم اشکاله شده تا حالا کلاس برگزار شده جزوه حل شده رو نذارن. خب چرا باید این کارو بکنیم؟ ما کلاسمون شد، جزوه حل شده رو براتون قرار میدیم دیگه. خب اینم از این، اینم از این. بچه‌ها قسمت بعدی که میخوایم با هم کار بکنیم بچه‌ها، یه مطلبی در مورد تعیین علامت. یه لحظه من اجازه بدین، یه لحظه صدای من میگیریم. خب بله دیگه، مجانب قائم ریشه مخرج، مجانب افقی نسبت ضریب ایکس ها. یکی بچه‌ها میپرسه از کجا فهمیدون نقطه نقطه کمکیه؟ بچه نقطه کمکی یعنی چی؟ یعنی یه نقطه‌ای که تو شکل اومده، هر نقطه‌ای شما هر نقطه رو تو شکل عدداشو داشته میشه نقطه کمکی. مثلا اینکه بگه از کجا بفهمی یکی داره به اون کمک میکنه؟ خب فهمیدن نمیخواد که. وقتی چیزی باعث میشه کارت را بیفته یعنی نقطه کمکی. هر عددی تو سوال دیدی نقطه کمکی. خب بچه‌ها بریم سراغ تعیین علامت، بریم سراغ تعیین علامت. من میخوام در مورد تعیین علامت یه مطلب به شما یاد دادم. بلد نباشی کلا کنکور رو به بوس بزنی کنار. بلد نیستی از همین الان بدون تعطیل میشی، چون تو 50% سوالای کنکور این که میگم استفاده میشه. اول یه لحظه به این چیزی که اینجا کشیدم دقت کنید بچه‌ها. بچه‌ها لطفاً این شکل رو ببینید، حواستون پیش من. بچه ها ریشه این چهاره، ریشه اینم چهاره، ریشه اینم چهاره، ریشه اینم چهاره. حالا من از شما سوال دارم، قبول دارید توان این یکه، توان اینم سه؟ اونایی که توانشون فرده، اونایی که توانشون فرده بچه‌ها، ویژگی جالبی دارن. آقا چه ویژگی دارن؟ هر عددی که صفرشون کنه که ما اصطلاحاً بهش میگیم ریشه، یه طرفش مثبت میشه یه طرفش منفی. بچه‌ها الان شما عدد بیشتر از 4 مثل 5 اینجا قرار بدید مثبت میشه، ولی عدد کمتر از 4 مثل 3 اگر اینجا قرار بدید منهای 4 منفی میشه. الان اون یکی رو نگاه کن بچه ها، عدد 4 که ریشه مونه. شما اگر عدد بیشتر از 4 قرار بدید اینجا منهای 4 بشه میشه مثبت. اگر عدد کمتر از 4 قرار بدید اینجا میشه منفی. پس یه سوال دارم، آیا قبول دارید وقتی توان فرده نمودارمون یه طرف ریشش بالای محوره یه طرف ریشه زیر محوره، یعنی این ورش علامت مثبت اون ورش علامت منفی، یعنی قبول دارید در این ور و اون ور ریشه تغییر علامت داریم؟ اینو قبول داری؟ بله آباریکلا. ولی بچه ها اگر ریشه تون توانش زوج باشه یا دورش قدر مطلق داشته باشه، اینا دیگه در این ور و اون ور ریشه تغییر علامت ندارن. علامت چه؟ درسته بازم ریشش چهاره، ولی شما عدد بیشتر از 4 بذارید اینجا مثبته، عدد کمتر از 4 هم بذارید درسته عددتون از 4 کمتره منهای 4 بشه منفی میشه، ولی چون به توان 2 میرسه دوباره مثبته، هم اون بر مثبته هم این بر. این یکی هم به خاطر قدر مطلقش هم این بر مثبته هم این بر. حتی بچه ها
اگر شما عبارتتونو حتی اگر عبارتتونو یه منفی هم توش ضرب کنید، منفی توش ضرب کنید، برمیگرده میاد رو به پایین، ولی بازم تغییر علامت نداریم. خود چهار اینجا قرار بگیره صفرش میکنه، چه عدد قبل چهار بذارید چه عدد بعد چهار، همشون منفیش میکنن، باز تغییر علامت نداریم. آیا بهم بگو مفهوم اینو متوجه شدین؟ بله مفهومش اوکیه. آباریکلا. بله پس بچه ها یه نکته، ما قشنگ گوش کن، به چی میگیم ریشه؟ چیزی که عبارت رو صفر کنه. به چی میگیم ریشه؟ چیزی که عبارت رو صفر کنه. حالا اگر این ریشمون توان فرد داشته باشه، این بر ریشه با اون بر ریشه علامتش فرق میکنه، ولی اگر توان زوجی یا قدر مطلق داشته باشه، این بر ریشه با اون بر ریشه علامتش یکسانه، یا هر دو مثبتن یا هر دو منفیه. حالا این حرفا رو برای چی زدم؟ بیا اینجا بچه، من اول چیزی بگم، هر موقع توی یه دونه نامعادله، دیدید اون برش نوشته شده صفر، این یعنی تعیین علامت. نامعادله ای که اون برش صفر نوشته شده یعنی تعیین علامت. آقای عزیزی یعنی تعیین علامت نیست؟ نه، شما باید اینو بیارید این بر، مخرج مشترک بگیرید که اون بر صفر بشه، تازه میشه تعیین علامت. آقای عزیزی چرا طرفین وسطین نمی کنیم؟ چون تو نامعادله حق طرفین وسطین نداریم. خب پس نگاه کن اینجا رو بچه‌ها، هر موقع یه نامعادله دیدید که اون ورش نوشته شده صفر، بهش میگیم تعیین علامت. اما چطوری تعیین علامت میکنیم؟ منو نگاه، برای تعیین علامت اول ریشه ها رو پیدا میکنیم، داخل جدول مینویسیم. بچه‌ها تعیین علامت اینطوری هم دیگه ما نداریم ها، از این تعیین علامت ها که قبلا داشتیم ما دیگه از اینا نداریم. بچه‌ها ببین تعیین علامت همون چطوریه، قشنگ گوش کن، میخوام با هم دیگه سری تست های خوشگلل کن، حواس پیش من. بچه ها یه جدول میکشیم، ریشه ها رو از کوچیک به بزرگ، نگی دوباره بگو، قشنگ گوش کن، ریشه ها رو از کوچیک به بزرگ مینویسیم. بچه ها ریشه این صفره، ریشه این یکه، این بند خدا میشه ایکس منهای ایکس به اضافه یک در ایکس منهای چار، ریشه این منفی یکه، ریشه این چهاره، ریشه این شیش، ریشه این منفی سه، اینم که مزدوجه میشه پنج منهای ایکس در پنج به اضافه ایکس، ریشه این پنج، ریشه این منفی پنج. این تست کنکور نیستا، این یه مثال آموزشیه برای اینکه درس رو یاد بگیری. الان میریم پایین تستاشو حل میکنی، تستاش این پایینه، نگاه کن تستاش اینجاست، سراسری 99، یکی سراسری 98، نگاه کن تستا رو، الان میرسیم با عمل میکنی. خب بریم بالا اینجا رو ببین، ریشه رو که پیدا کردید از کوچیک به بزرگ تو جدول مینویسیم. بچه ها از کوچیک به بزرگ بین ریشه هایی که پیدا کردیم، بچه ها اینا ریشه هامونن، از همه کوچیکتر منفی پنجه، کامل حواست پیش من. ریشه بعدی که از اینا کوچیکتره عدد منفی سه، بعدش میریم سراغ منفی یک، بعد میریم سراغ صفر، بعد میریم سراغ یک، بعد میریم سراغ چهار، بعد پنج، اینم شش. کامل عواسط پیشم، کامل کامل عواسط اینجا باشی. خب حالا من این سوال از شما دارم، کامل اینجا رو ببین بچه ها، هر عددی که صورت رو صفر کنه یعنی عبارتمون رو صفر میکنه، هر عددی که صورت رو صفر کنه یعنی عبارتمون رو صفر میکنه، ولی هر عددی که مخرج رو صفر کنه یعنی عبارتمون تعریف نشده میشه. خب آقای عزیزی منظورتون چیه؟ ببین منظورم چیه، حواست اینجا، حواس اینجا، یه لحظه اجازه بدید،
بچه ها کیا ریشه صورتن؟ عدد 6 ریشه صورته، پس عبارتمون رو صفر میکنه. عدد 5 ریشه مخرجه، عبارتمون رو تعریف نشده میکنه. عدد 4 ریشه صورته، عبارتمون رو صفر میکنه. عدد 1 ریشه صورته، عبارت رو صفر میکنه. اینم ریشه صورته، اینم ریشه صورته، این ریشه مخرجه میشه تعریف نشده، اینم ریشه مخرجه میشه تعریف نشده. هر کسی صورت رو صفر کنه، هر کسی صورت رو صفر کنه میشه صفر، هر کسی مخرج رو صفر کنه میشه تعریف نشده. خب بچه ها حالا اینجا رو ببینید. سوال، فعلا دارم درس یاد میدم، ما اصلا تست حل نمی کنیم، درس رو یاد بگیر. بچه ها سوال من رو جواب بدید. اولین خونه از سمت راست رو نگاه کنید لطفا. اولین خونه از سمت راست رو لطفا ببینید. اینها اولین خونه از سمت راست. بچه ها یه عدد میگید اونجا، یه عدد اونجا بگید، هر عددی دوست دارید. بعد شیشه دیگه، بعد از شیشه. 7, 8, 9, 10, 200,000. مرسی. خب بچه ها مثلا من عدد 7 رو مثال میزنم. خیلی خوشحال یه عدد اون تر مثال میزنیم 7. سوالای منو جواب بدید. سوالای من به من بگید، قشنگ گوش کن. به من میبینی با رنگ سبز زدی، مثلا رنگشو درست کنم. وای سه لحظه. این مثال یاد بگیری دیگه، همه تستا رو باش میزنیم. خب اینجا رو ببین، وایسا یه لحظه اینجا. خب بچه ها میخوام این خونه علامت رو پیدا کنم. یه عدد مثال میزنم به نام 7. به من بگید بچه ها من اگر برم به جای کل این عبارت اینجا، عدد 7 قرار بدم، نمیخوام بگی چند میشه، میخوام ببینیم مثبت میشه یا منفی. بچه ها عدد 7 اینو مثبت میکنه، اینجا 7 بذاری مثبت میشه، اینجا هم 7 بذاری مثبته، اینجا هم 7 بذاری مثبته، اینجا هم 7 بذاری مثبته. ولی بچه ها اینجا اگر عدد 7 بذاری 25-49 منفی میشه، همه مثبتن یکیش منفی. کلا چی میشه بچه ها؟ کلن چی میشه؟ منفی. خونه اول شد منفی. پس یه عدد از سمت راست خونه آخر انتخاب میکنیم، نگاه میکنیم این عدد عبارتمونو مثبت میکنه یا منفی. مهم نیست عددش چند میشه. خب حالا از شما سوال دارم، حالا ازتون سوال دارم. بچه ها جواب منو بدید، جواب منو بدید. به من بگید عدد 6 که ریشه اینجا بود توان زوج یا قدر مطلق داره یا نداره؟ توان زوج یا قدر مطلق داره یا نداره؟ نداره. وقتی توان زوج یا قدر مطلق نداره، علامت این ورش با علامت اون ورش یکسان میشد یا فرق میکرد؟ آفرین، فرق میکرد. منفی شد مثبت. مرسی. بچه ها عدد 5، عدد 5 ریشه اینجاست. اینها به من بگید این پرانتز قرمز رنگ توان زوج یا قدر مطلق داره یا نداره؟ نداره. پس دوباره فرق میکنه، علامت عوض شد. بعدی عدد 4. بچه ها عدد 4 ریشه اینجاست، توان زوج یا قدر مطلق داره؟ نه، بازم فرق میکنه. بچه ها بعدی عدد 1. بچه ها عدد 1 ریشه اینجاست، اینجا توان زوج داره، یعنی علامت این ورش با اون ورش فرق نمیکنه. پس این ورش مثبته، این ورش هم مثبته. اگر این ورش منفی بود، اون ورش هم منفی بود. الان دیگه یاد گرفتی چرا؟ با اون 4 تا شکل بالا مفهومش رو بهت یاد دادم. خب این یکی رو ببین. عدد 0. عدد 0 ریشه این الدنگ، نگاه ریشه این. نه توان زوج داره، نه قدر مطلق عوض میشه. عدد منا 1. بچا عدد منا 1 ریشه اینه. نه توان زوج داره، نه قدر مطلق عوض میشه.
بچه ها عدد منهای سه، منهای سه ریشه اینجاست، دورش قدر مطلق داره، عوض نمیشه. بعدی عدد منهای پنج، منهای پنج ریشه اینجاست، هیچی نداره، عوض میشه. این شد تعیین علامت. عمرن این تو کنکور بیاد، ولی خواستم بگه هر مدلی رو تو یه مثال بهت آموزش داده باشم. اول بهم اوکی بده یاد گرفتی؟ اوکی بده یاد گرفتی یا نه؟ بله، ماشاءالله. حالا میخوام یه چیزی بگم. چیو یه بار دیگه بگو. من میگم 17 ساعت و یه بار دیگه دوباره توضیح بدم. چرخ و فلک مگه تو 20 عمره من یه دور دیگه بچرخونم؟ هر جایش اشکال داره باید همونجا بپرسی دیگه. منو 7 دقیقه است دارم اینو توضیح میدم. شما خیلی راحت یه کلمه می‌نویسی. یه بار دیگه لطفاً تمرکزتون رو برین بالاتر دیگه. هر جای اشکال داره بگو آقا این تیکه رو من متوجه نشدم. یه بار دیگه بگو توهین به من و بقیه بچه‌هاست. خب. حواس پیش من. حواس پیش من. بچه ها لطفاً نگاه کنید. حواس اینجا. میایم به این نگاه میکنیم. باید این صفر باشه. اگر نبود گفتم میبریم اون بر. فکر کنم گفتم. بچه ها نگفتم اگه صفر نبود میبریم اون بر؟ گفتم یا نگفتم اینو؟ بله. خب. خانم امیدی میگه نه. آره من و همه اونایی که میگیم آره اشتباه میکنیم. خب بچه ها نگاه کنید، نگاه کن، بیا به این نگاه کن، به این نگاه کن، حواس اینجا به این. بچه ها به من بگید کوچکتر از صفر یعنی منفی یا مثبت؟ منفی. پس بعد اینکه تعیین علامت کردی قسمت های منفی رو انتخاب میکنیم. یعنی بچه ها جواب ما اینجا میشه، اینجا میشه، اینجا میشه، اینجا میشه. مجموع همه اینا میشه جوابهای ما. این به اضافه این به اضافه این، چون گفته منفی ها تا بی نهایت، منظورمه تا بی نهایت. بچه این آخر آخر تا هفت نه، تا بی نهایت. شیش تا بی نهایت. این شد جواب ما. حالا یه چیزی بهت بگم. حواست پیش من، یه جمله بهت بگم. یه جمله. اگر به جای کوچیکتر از صفر میگفت بزرگتر از صفر، اگر به جای کوچیکتر از صفر میگفت بزرگتر از صفر، مثبت ها رو انتخاب میکنی. حالا حرف آخر ما بزنم. بچه ها به من بگید این مساوی داره یا نداره؟ مساوی داره یا نداره؟ نداره. اگر مساوی داشت، اگر مساوی داشت یعنی بچه ها کیم قبول بود؟ اگر مساوی داشت یعنی کی قبول بود؟ بهم بگو. صفر. یعنی بچه ها وقتی مساوی داره تمام اونایی که زیرشون علامت صفر گذاشتید، تمام اونایی که زیرشون علامت صفر گذاشتید خودشون قبولن. اونا رو باید بسته قرار بدیم. یعنی عدد منهای یک رو بسته میذاریم، عدد صفر رو بسته میذاریم، عدد مثلا چه میدونم یک رو بسته میذاریم، یعنی خود یک هم هست، عدد چهار هم خودش هست، عدد پنج نیست، عدد شیش هم خودش هست. اگر مساوی گذاشته بود اونایی که علامت صفر زیرشون داره خودشون هم قبولن. اگر مساوی گذاشته بود، اگر نذاشته بودم که کاری باهاش نداریم. خب حالا میخوام بریم تو تستا اینا رو با هم کار کنیم. حواست پیش من، حواس اینجا، حواس اینجا. بچه ها نگاه کنیم، نگاه کنیم. خانم رادپور من 18 دفعه گفتم اصلا اون سوال کنکور نبود. چرا آدمو خسته میکنید تو این کلاس؟ اصلا برای کنکور نبود. من آقا من چند بار گفتم شما اینجا، گفتم این سوال برای کنکور نبود. من دارم درس میدم. هنوز به تست نرسیدیم. چقدر انرژی میگیرین؟ چرا من باید سه تا سوال حل کنم؟ لای این سه تا سوال 800 بار به شما بگم بچه‌ها یه خورده صبر کنید. یه خورده تمر کنید. شش ماه مگه به دنیا اومدید؟ آیا سوال پایینی تعیین علامت هست یا نیست؟ سوال پایینی تعیین علامت هست یا نه؟
نیست. گفتیم برای تعیین علامت سمت راستش باید چه عددی باشه؟ چه عددی باشه؟ صفر. من اینو میارم این طرف. خب بریم ببینیم چی میشه. 2x به علاوه 5 به x منهای 3 منهای 1 بزرگتر مساوی 0. حله؟ یه مخرج 1 میدم، مخرج مشترک میگیرم. x منهای 3 توی صورت بچه ها مخرج مشترک بگیریم؟ این هم از صورت میشه x به علاوه 8 مخرج میشه x منهای 3. قبول دارید حالا که این ور عدد صفره این میشه تعیین علامت؟ بله قبول دارید تعیین علامته؟ خب بریم تعیین علامت کنیم. گفتیم چطوری تعیین علامت میکنیم؟ یه جدول میکشیم ریشه این منفی 8 ریشه این عدد 3 از کوچیک به بزرگ. یه عدد بگو ببینم اینجا. یه عدد بگو. ماشاءالله 4. میریم در کل عبارت که میخوایم تعیین علامتش کنیم 4 میذاریم. به نظر شما تو صورت و مخرج 4 بذاریم حاصل مثبت میشه یا منفی؟ مثبت میشه. آفرین. مثبت میشه. اینم مثبت. حالا سوال منو جواب بدید. به من بگین عدد 3 که ریشه مخرجه توان زوج یا قدر مطلق داره؟ نه، پس علامت عوض میشه. کی علامت عوض نمیشه؟ توان زوج یا قدر مطلق داشته باشیم. پس بچه ها منهای 8 هم که ریشه یه صورته بازم علامتش عوض میشه. حالا نکته مهم، اون عددی که واسه صورت بود عبارت رو صفر میکنه، ولی اون عددی که واسه مخرجه عددی که واسه مخرجه عبارت رو تعریف نشده میکنه. خب بچه ها به من بگید بزرگتر از صفر یعنی چی؟ بچه ها بزرگتر از صفر؟ بله محمد حسین جان مثل توان دو میمونه. خب بله بچه ها پس جواب ما میشه این جایی که مثبته. اینم مثبت. بچه ها به اینجا میگیم قبل منفی 8، به اینجا میگیم بعد از عدد 3. فقط میخوام یه چیزی بهتون بگم بچه ها چون علامت مساوی داریم اونی که عبارت رو صفر میکنه خودش قبوله، یعنی منهای 8 خودش قبوله، ولی بچه ها عدد 3 قبول نیست چون عدد 3 تعریف نشدهش میکنه، صفرش نمیکنه. اوکیه؟ بله بچه ها آبار ایشالله. بله مریم خانم. بله دقیقا. بله علی جان تعریف نشده ها یعنی باید خالی باشن دیگه. بله به خدا اگر یه کوچولو صبر داشته باشید با هم بیا جلو همه رو یاد میگیریم. خب اینجا رو ببینیم بیا اینجا مثلا بچه ها به شما چنین سوالی میدن چی شده؟ اینا ها دیگه مساوی داره دیگه. خود طراح اول سوال نوشته بود بزرگتر مساوی. وقتی خود طراح مساوی میذاره ما هم تا آخر باید مساوی رو بذاریم دیگه. خب بله حتما. خب بچه ها اینجا رو ببینیم یه لحظه من اجازه بدید میشه اینجا رو ببینید؟
خب حواس اینجا کامل حواسا بیش من کامل حواسا بیش من کامل حواسا بیش من خب بچه ها گفته دامنه این تابه چی میشه میدونید که رادیکال بچه ها دامنش میشه این دامنه این رادیکال میشه این هیچ چی ننویسی کلاس تموم شد جزوه رو براتون ارسال میکنن کلاس تموم بشه جزوه حل شده رو ارسال میکنن من 7 تا سوال حل کردم 63 بار گفتم جزوه ننویسید ارسال میکنیم 75 بار گفتم توضیح میدم میخوان منو سکته بدن اسید بریزم رو خودم این زندگی تموشه خب نگاه کن اینجا رو عزیز من رادیکال دامنش میشه زیر رادیکال بزرگتر مساوی صفر میگیم خب داشته باشه ریشه ها رو بریم پیدا کنیم ریشه ها رو پیدا کنیم این بند خدا میشه x به اضافه 1 در x منهای 1 این بند خدا میشه x در x منهای 1 این بند خدا ریشهش میشه 3 بچه این بند خدا دو تا عدد که ضربش بشه یک جمعش هم بشه یک نداریم اصلا ریشه نداره تجزیه نمیشه ریشه نداره دلتاش منفیه وای آقا بدبخت شدیم ریشه نداره چیکار کنه خود چرا بدبخت مگه ما ریشه ها رو بذاریم تو جدول میگیم بله خب این ریشه نداره آقا یعنی چی یعنی چی کارش نداریم تو تعیین علامت ما تأثیری نداره ولش کن ریشه نداشت خب ولش کن چیکارش کنم بچا سوال ریشه این منفی 1 ریشه این صفره بچا آیا قبول دارید این دوتا ریشه هاش مثل همه بله هر موقع دیدی دو تا عبارت ریشاش مثل همه خب دوبار دیگه ننویس بیا یه بار بنویسش اینها این دوتا رو اینطوری بنویس تو هم ضربشن توان دو میشن دیگه حالا بگو ریشش یکه یعنی اگر دیدی دوتا چیز ریشش مثل همه خب اول تو هم ضربش کن بعد ریشش رو بنویس خب بچه ها حواس اینجا بچه ها حواس اینجا بریم جدول ریشه همون از کوچیک به بزرگ کوچیکترین ریشه همون منفی 1 ریشه بعدی عدد 0 ریشه بعدی عدد 1 ریشه بعدی عدد 3 خب بچه ها حواس میشه من اینم بنویسیم کیا از صورت به دست اومدن عدد 3 واسه مخرجه میشه تعریف نشده اونایی دیگه از صورت به دست اومدن اوکی خب بچه ها حواس پیش من یه عدد این تن انتخاب کن اینجا بگو بینیم یه عدد مرسی 4 مرسی 4 به من بگید داخل این تابه داخل این تابه عدد 4 بذاریم بچه ها عدد 4 رو اینجا بذاریم مثبت میشه اینجا هم بذاریم مثبت اینجا هم بذاریم مثبت اینجا هم بذاریم مثبت کلا همه شد مثبت حالا شروع میکنیم بچه ها عدد 3 ریشه اینه دورش قدر مطلق داره علامت یکسانه یا عوض میشه یکسانه یا عوض میشه ماشاءالله بهت یکسانه بچه ها عدد 1 ریشه اینه توان زوج داره یکسانه یا عوض میشه ماشاءالله یکسان بچه ها عدد 0 ریشه اینه این نه توان زوج داره نه قدر مطلق عوض میشه عدد منهای 1 ریشه اینه نه توان زوج داره نه قدر مطلق باز هم عوض میشه چقدر قشنگ شد بچه ها چقدر قشنگ شد خب حالا جواب آخر بچه ها مگه ما نمیخواییم بزرگتر از 0 باشه بزرگتر از 0 یعنی مثبت پس یه دونه اینجا قبوله اینجا کجاست از منفی بی نهایت تا منفی 1 و چون مساوی داره
اینی که علامت صفر داره خودش قبوله. حالا به اضافه بچه ها اینجام قبوله، اینجام قبوله، اینجام قبوله. خب بچه ها اینجا میشه از صفر تا یک، اون یکی میشه از یک تا سه. چرا سه رو بازه باز گذاشتم؟ چرا سه رو بازه باز گذاشتم؟ بدو 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 سه چرا بازه بازه؟ ماشاءالله تعریف نشده، تعریف نشده همیشه بازه بازن. آباریکلا. آخریش هم که میشه از سه تا بی نهایت. یعنی قشنگ میگه بچه شما اینجوری نیست که یه سوالی رو حل کنی تهش به تعیین علامت برسی گیر کنی. برای یه چیزی یادت باشه آقا چی؟ ما اصلا تو کنکور از اینا استفاده نمی کنیم. آقا پس چی کار میکنی؟ من فعلا درس رو به تو یاد دادم. نه بازه های مثبت میشد؟ میشد خانم موسوی، هیچ اشکالی نداشت. بازه های مثبت. خب آره اشکال نداره محمد حسین جان، میشد. خب بچه ها همه ی حرفا رو زدم. اول بهم بگو تعیین علامت یاد گرفتی؟ اوکی بره بهم یاد گرفتی؟ خواهش میکنم خانم ادبی یاد گرفتی؟ خب حالا که یاد گرفتی بذارش کنار. یاد گرفتی دیگه دمت گرم. ببین تو تستا میخوایم چیکار کنیم. حواست پیشم. حواس اینجا. خب بریم بالا. بفرمایید. سوالی که جلوته کنکور 99 اومده بوده شبیهش، کنکور 98، کنکور 96، کنکور 95. انقدر یعنی برای کنکور مهمه. خب آقا چطوری حل کنیم؟ اول سوال منو جواب بده. اول سوال منو جواب بده. به من بگو آیا این که این برای سه داره این برای شک تعیین علامت بچه‌ها؟ نه مرسی نیست. طرف این وسطه اینم که خاک بر سرمون میشه، نمیتونیم انجام بریم. آقا پس چی کار کنیم؟ یه بار باید این ور رو حل کنید، یه بار هم باید این ور رو حل کنید. یه بار باید بالاییه رو حل کنید، یعنی اینو. یه بارم باید این وریه رو حل کنید، بین جواباتون اشتراک بگیرید. حالا بریم حل کنیم فعلا. فقط عجله نکنید ها، عجله نکنید، عجله نکنید. خب بیا اینجا ببینم بچه‌ها، یارتون باشه تنها جایی که تو ریاضی نمیذاره دیگه، الان دوباره خانم زاره میگه زمان میبره. آقا من یه چیزی بگم، شما چرا اصلا حرفا، من نمیدونم برره‌ای حرف میزنم، مثلا زبون اردو صحبت میکنم، الان میگم من این سوالو حل میکنم، شما عجله نکنید. سری دستش کت میکنه. دو دقیقه تعمل کن میگه من چیه چی میگین. خب نگاه کن اینجا رو، تعمل کن، تعمل تعمل. بچه ها صبر، صبر خیلی چیز خوبیه. برو بالا. من حالا تستیشم بگم تو یاد گرفتی، تو امتحان سر میخوای چیکار کنی؟ میخوای امتحان سر تستی بنویسی؟ امتحان نهایی سال 12 که دیگه کشوری، امتحان هماهنگه، از دو نمره بهت 25 سنم بده، فوشش رو من بدی. صبر داشته باش، صبر خیلی چیز خوبیه. همه رو توضیح میدم. ممنون ازت. بچه ها طرف این وسطه میتونیم یا نمیتونیم؟ طرف این وسطه میتونیم یا نمیتونیم؟ نمیتونیم. جان جد طرف این وسطه نکن. اینو میاریم این بر. این هم از مخرج مشترک میگیره. این هم مخرج مشترک. این اوکی شد. بیاییم پایین. سه رو میبریم اون بر. مخرج مشترک میگیم. بفرمید. این هم مخرج مشترک. حالا که مخرج مشترک گرفتی اون برم شد صفر، الان موقع تعیین علامت. بریم تعیین علامت. نگاه کن، صبر داشته باش تا این بعدش چی میخوام بهت یاد بدم. بچه ها ریشه پایینی منهای یک، ریشه بالایی 4. بگو یه عدد بینم. زبل حالا تایپ کن یه عدد بگو بینی. 5. عدد 5 اینجا قرار بگیره مثبت میشه منفی؟ مثبت.
پس اینجا میشه منفی، اینجا مثبت. چون صورت و مخرج توان دو ندارن، قدر مطلق هم ندارن، پس یکی در میون عوض کن برو جلو. بریم پایین، بریم پایین. ریشه، ریشه مخرج منفیه که صورت منفیه 6. بچه زبل یه عدد بگو بینیم اینجا، یه عدد بگو بینیم اون برای منهای 1 0 اون برای منهای 1 چرا میگی منفی 7؟ آفرین 0 مثلا، مرسی، موافقم، موافقم 0. بچه ها من بگیر عدد 0 اینجا قرار بگیره، عدد 0 صورت میشه منفی 6 مخرج میشه 1. کلن چی میشه؟ کلن چی میشه؟ منفی، ماشالله. این هم از این. حالا یه چیزی بهت یاد بدم، تو را خدا نگاه کن بچه ها. اینجا نوشته مثبت، اینا اینجا نوشته مثبت، بزرگتر از صفر یعنی مثبت، پس این میشه با این. اینجا نوشته کوچیکتر از صفر یعنی منفی، میشه این یا این. دانش آموزا یه چیزو همیشه مشکل دارن، آقا کی اجتماع بگیریم کی اشتراک بگیریم. یه بار بگم برای همیشه، جان من گوش کن، یه بار میگم برای همیشه، در کل ریاضیات، در کل ریاضیات جوابهای خود جدول اجتماعه. نگاه کن، اجتماع، جوابهای خود جدول اجتماعه، ولی جوابای این یکی با جوابای اون یکی رو باید اشتراک بگیری. تمام، الان فهمیدی؟ تنها جایی که باید علامت اجتماع بذاری واسه خود همون یه دونه جدولته، وگرنه بقیه جا همیشه اشتراکه، همیشه اشتراک. آفرین، آفرین. خب حالا یه لحظه اینجا رو نگاه کن میرم. ببین دانش آموز بخواد از این روش بره، کنکور تموم شده. در من اینو برای کنکور نگفتم، من اینو گفتم تو امتحان یاد بگیری. الان راه تستیشو بهت میگم، 20 ثانیه حل میکنی. اینجا رو داشته باش، من امتحانت هم باید یه کاری کنم، امتحان خوبی برگزار کنی تو. بچه ها حواسا بیشنن، بالایی قبل منهای 1 میشه اینجا، بعد 4 هم میشه اینجا، پایینیه این بالایی است، پایینیه. بچه ها قبل منهای 6 میشه اینجا، بعد منهای 1 هم میشه اینجا، این هم شد پایینی. حالا سوال دارم، قبول دارید اشتراکشون این میشه؟ یه دونه اینجا با هم اشتراک دارن، یه دونه اینجا، آیا قبول دارین اینو؟ بله، اشتراکشون. خب بچه ها اینجا که الان با رنگ زرد مشخص کردم، قبول دارید گزینه یکه؟ قبول دارید گزینه یکه؟ یعنی قبل منهای 6 بعد 4، جواب شد گزینه یک. خب ولی این راه به در کنکور نمیخوره، کنکور تا ما اینا حل کنیم دیگه، بچه‌ها دیگه حل کردن چه بیسکویتاشون هم خوردن تموم شده رفته. آقا چیکار کنیم؟ خب هیچ، ما فعلا حلش رو یاد گرفتیم، میایم خیلی شیک، خیلی با کلاس میایم زیر این یه خط میکشیم. حواس میشن جفتشون خالی هن دیگه، خانم مهتدی جفتشون خالی هن، اگه پر باشن میشه اشتراک، یعنی انگار هیچ کدوم نیستن. خب بچه ها راه دوم، راه دوم کامل حواس میشن، راه دوم بگم، حواسا همه پیش من ها. راه دوم اینه، میای یه عدد میگید، قشنگ میشون راه دوم، میایید یه عدد میگید، تو گزینه 1 باشه تو گزینه 2 نباشه، یا تو گزینه 2 باشه تو گزینه 1 نباشه. آقا چرا گیر دادی به 1 و 2؟ تو گزینه 1 باشه تو گزینه 4 نباشه، گزینه 4 باشه تو گزینه 1 نباشه. یعنی یه عددی میگی تو یکی از گزینه ها باشه تو یکی از گزینه ها نباشه. آقا مثل چی؟ بچه ها شما قبول دارید اینجا که از 4 شروع میشه ولی این از 6 شروع میشه، یعنی قبول دارید مثلا تو گزینه 1 عدد 5 داریم ولی تو گزینه 2 چون از 6 شروع میشه عدد 5 نداریم، اینو قبول داریم؟ بله، آره یا نه؟ پس شما قبول دارید عددی مثل 5 تو گزینه 1 هست ولی تو گزینه 2 نیست، اینو قبول داریم؟ دمت گرم. اینجا رو نگاه کن،
عددی میگید تو یه گزینه باشه تو یه گزینه نباشه. خاک بر سر کسی که عدد بگه تو این گزینه باشه تو اونم باشه. خاک بر سر کسی که عدد بگه نه تو این باشه نه تو اون. عزیز من تو یکی باشه تو یکی نباشه. یعنی بدیهی تر داریم نیما جان. بریم بچه ها پنج رو امتحان میکنید. عددی که امتحان میخواید بکنید و داخل تابع قرار بدید. بچه ها لطفا عدد پنج رو بذارید اونجا ببینیم چی میشه. عدد پنج بذاریم بچه ها صورت میشه هفت، مخرج میشه شیش. هفت شیشو میشه یک و خورده ای. ببین عزیز من هفت شیشو میشه یک و خورده ای. این که یک و خورده ای بین یک و سه قرار داره اشکال نداره. همین که توی یکی بود توی یکی نبود کافیه دیگه. بقیه گزینه ها رو فعلا ولش کن. اشکال نداره. اشکال تو یکی باشه توی یکی نباشه اونای دیگه رو ول کن. بچه‌ها این که یک و خورده ای بین یک و سه افتاده از نظر علمی درسته یا غلطه؟ یک و خورده ای بین یک و سه درسته یا غلط؟ چرا میگه غلطه؟ آقا یک و خورده ای بین یک و سه. وای دوباره میگه هفت شیشم از کجا اومد؟ آقا ایکس رو گذاشتم پنج، ایکس رو گذاشتم پنج، اینجا ایکس رو گذاشتم پنج، درست. لطفاً به من کمک برید، لطفاً به من کمک برید. به من بگید عددی که شما انتخاب کردید جوابی که ایجاد کرد درست بود یا غلط بود؟ درست بود یا غلط بود؟ درست بود. پس قبول داری گزینه ای رو باید انتخاب کنیم که عدد پنج داخلش باشه چون عدد پنج عدد درستیه؟ اینو قبول دارین؟ پس بچه ها با گزینه دو خداحافظی میکنیم. آقا چرا؟ چون گزینه دو خاک بر سره، عدد پنج رو نداره. عدد پنج عدد درستیه، چرا پنج رو نداری؟ بعد گزینه چهار هم میبینیم اوضاع خرابه، اونم میره چون اینم پنج رو نداره. فقط گزینه یک داخلش عدد پنج رو داره با گزینه سه. آیا تا اینجا فهمیدی؟ تا اینجا فهمیدی؟ ماشاءالله. بچه ها انگار گزینه یک و سه رفتن فینال. انگار گزینه یک و سه رفتن فینال. بچه ها میدونید فرق گزینه یک و سه چیه؟ پس اینجا می نویسم. گزینه دو و گزینه چهار حذف. بچه ها میدونید فرق گزینه یک با سه چیه؟ ما تو گزینه یک عددهای منفی هم داریم. مثل منفی 7، منفی 8، منفی 9، ولی تو گزینه 3 دیگه نداریم. یعنی یه عددی میگیم تو اون باشه تو این نباشه. خاک بر سر کسی که عدد بگه هم تو این باشه هم تو اون. نه تو این باشه نه تو اون. بچه‌ها منای 7 امتحان می‌کنم. بریم منای 7. به خدا اگه الان بگین عدد از کجا میاد آتیش میزنم اینجا رو. بچه‌ها داخل این عبارت بالا منهای 7 می‌ذاریم. تو صورت منهای 7 بذاری میشه منفی 17. تو مخرج منهای 7 بذاری میشه منفی 6. منفی 17 به منفی 6 میشه 17 ششم. عزیز 17 ششم میشه 2 و خورده ای. این که 2 و خورده ای بین 1 و 3 قرار گرفته از لحاظ علمی درسته یا غلطه؟ ماشاءالله به درسته. پس بچه ها عدد منهای 7 هم عدد درستیه. خب چون عدد منهای 7 عدد درستیه باید گزینه‌ای رو انتخاب کنیم که منهای 7 رو داره. کدوم گزینه میشه؟ آفرین گزینه 1 تمومه. تمومه. گزینه 3 هم حذف شد. خب بهم بگو این روشم یاد گرفتین؟ بهم بگو این روشم یاد گرفتی؟ بله. خب حالا میخوام یه چیزی بهت بگم. بچه این روش، این روش فقط یه جا ممکنه اذیتت کنه. فقط یه جا ممکنه اذیتت کنه. آقا کجا؟ گزینه ها رو به صورت بازه ندن بهتون. آقا میشه مثلا؟ بله. ببین 99 هم بازه بوده. الان ما عمل میکنه. ولی بچه اینجا رو ببینید. اینجا. ببین. اینجا ببین چه آدمی کثافتی بوده طرف نگاه. گفته جواب این نامعادله به این صورته بگید این آ و ب چندن. نیومده تو گزینه ها بازه بذاره یه عدد بدیم تو این باشه تو اون نباشه. اینجا نمیتونیم از اون روش استفاده کنیم. قبول داری حرفمو؟ قبول داری؟ بله. خب ولی نگران نباش من اینجا یه روش الان بهت یاد میدم. از این روش دومی هم بهتر. الان یه روش بهت یاد میدم از روش دومی هم بهتره. اینو بهت بگم که کلا دیگه دیوانه میشی اصلا. نگاه کن اینجا رو ببین.
هیچ کتاب تستی نیست این سوالایی که الان حل میکنم با این روش سومی حل کنه، اصلا نداریم. یاد بگیر به کسی هم نگو، کیف کن روش سوم. منو نگاه بچه‌ها، این روش سوم خوبیش میدونی چه؟ گزینه‌ها بازه باشه جواب میده، بازم نباشه جواب میده، همیشه اوکیه. نگاه کن روش سوم، حواس اینجا میشه، لطفا اینجا رو ببینید بچه ها. اسم این تاب F، اسم این تاب G، اینجا باشه 3، اینجا باشه 5. بچه ها به من بگید تو ریاضی، از لحاظ ریاضی به اون عدد 3 و 5 میگیم چیه دوتا تابه؟ به اون اعداد 3 و 5 میگیم چیه دوتا تابه؟ نقطه مشترک یا محل تقابل؟ نه ریشه، نه ریشه، نه ریشه، نه محل برخورد. ریشه واسه یه دونه تاب است، محل برخورد. آفرین آفرین. خب سوال دارم ازتون بچه ها، میشه جواب این سوال منو بدین؟ سب کن. بچه سوال، گفتم میخوام تابع F بالای G باشه. بچه قبول دارید بین 3 و 5 تابع F که رنگ سبز داره بالای تابع G که رنگ صورتی داره؟ قبول دارید تابع F بالاتره؟ اینو قبول دارید؟ دست شما در نکن. خب حالا این دفعه میخوام تابع جی بالاتر باشه. بچه ها قبول داری تابع جی اون صورتی است، قبول داری یه دونه قبل از سه بالاتره به اضافه یه دونه بعد از عدد 5؟ قبول دارید قبل از سه پنج دیگه، انشالله پنج تمامه درسمون، پنج تمامه انشالله، چون ما خودمونم اول کلاس مشکل برقو داشتیم، با برق اضطراری رو انداختیم کلاسو. خب بله بچه ها قبول دارید قبل از عدد 3 و بعد از 5 صورتیه بالاتره؟ اینو بهم اوکی بده. بله ماشاءالله بهت. آخ 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 آخ. حالا این سوال بچه ها قبول دارید اینو میشه این شکلی هم نشون بدیم؟ اینو 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 قبول دارید اینو میتونیم بگیم همه جا بجز 3 تا 5؟ یعنی این ور و این ور رو بگیم همه جا بجز بینشون، اینم قبول دارین؟ بله اوکیه. خب حالا یه چیزی بهت میگم، برای اولین بار تو زندگیت اینو میبینی. آقا چی؟ سوال. وای عجب نکته ای، نگاه کن. قبول دارید وقتی میخواد یه چیزی بالای اون یکی باشه یعنی این، وقتی میخواد یه چیزی بالای اون یکی باشه یعنی این، به اینام که میگن نامعادله. بچه ها قبول دارید وقتی ما یه نامعادله رو حل میکنیم، قبول دارید بازه‌ای که به وجود میاد، بازه‌ای که به وجود میاد، قبول داری اعداد اول و آخر اون بازه، قبول داریم نقاط برخورد اون دوتا تابن؟ بله. قبول دارید وقتی میگیم این بزرگتر از اون باشه یا این کوچیکتر از اون باشه، وقتی حلش کنیم بازه‌ای که به دست میاد، اعدادی که تو اول و آخر بازه نوشته میشن نقطه برخورد اون دوتا تابن؟ خب حالا یه سوال، اینا دیگه الان اعداد 3 و 5 رو نگاه، شما تو این بازه ها هر عددی میبینید عدد 3 و 5 یعنی نقاط برخوردشونه. سوال دارم ازتون، آیا قبول داری توی ریاضی میخوان نقطه برخورد پیدا کنن دوتا رو مساوی هم میذارن؟ اینو قبول دارید؟ قبول داری برای نقطه برخورد مساوی هم میذاریم؟ خب دمت گرم بچه ها، تمومه کلا، ما دیگه سر کنکور نامعادله حل نمی کنیم. آقا پس چی کار میکنی؟ نگاه کن، یعنی دیوانه نشی فقط. آقا وقتی به شما میگه اینو حل کن، یعنی میخوایم این
بزرگتر از این باشه، از اینم کوچیکتر باشه. خب چه کاریه؟ آقای عزیزی گفت به جای اینکه ببینیم کی از این بزرگتره کی از اون کوچیکتر، میتونیم اول ببینیم کجا به هم برخورد میکنن. بچه ها قبول داری من بخوام ببینم کجا به هم برخورد میکنن به جای نامساوی باید علامت مساوی بذارم؟ اینا قبول داری یا نه؟ خب بچه ها میشه لطفا این در رو باید سوال کنید؟ بچه ها یه طرف این وسطه این میکنیم چون دیگه مساویه، دیگه نامساوی که نیست. طرف این وسطه این کنیم، این بر میشه x به علاوه 1، این بر 2x منهای 3، x به دست میاد 4. بچه ها بریم این یکی رو حل کنیم، این یکی طرف این وسطه این میکنیم. بچه ها x به دست میاد منهای 6. سوال دارم، آیا قبول داره این تابعی که داده بهمون با اون عددهایی که این بر اون برن، قبول داری نقطه برخوردشون 4 و منهای 6؟ اینو قبول داری یا نه؟ بله. پس گزینه ای درسته که اعداد نوشته شده در اول آخر بازش 4 و منهای 6 باشه. تمام تمام. دیدی چه قشنگل شد؟ عمرن اگه به ذهنت میرسید خیلی خفن. حالا میخوام 99 شما حل کنید، میخوام 99 شما حل کنید. بفرما سوال کنکور 99 برو ببینم چیکار میکنیم. بچه ها به جای اینکه بشینیم تعیین علامت کنیم و این کارا رو بکنیم، نامساوی ها رو بردارید جاش مساوی بذارید. یه بار این ور حل کن یه بار این ور، شروع کن ببینم. سراسری 99. خیر محمد جان گزینه 2 اونطوری نبود، گزینه 2 منفی 4 و 6 بود. اینجا گذاشته بودم اینجا. بریم ببینیم اینو برمیداریم مساوی میذاریم، اینم برمیداریم مساوی میذاریم، میشه یک مساوی x به علاوه 1 به 2x منهای 1، اون برم 3. خب بچه اولین حل کنیم، طرف این وسط این کنیم، x میشه 2. حالا بریم این بر، طرف این وسط این میکنیم، x به دست میاد 4 پنجم یعنی 8 دهم. یعنی بچه ها باید بازه رو انتخاب کنیم که اعداد اول آخرش 8 دهم و 2 باشن. تمام حل سراسری 99 بود. یاد گرفتی؟ دیدی چه قشنگ بود؟ بچه جالب بهت بگم فهمیدی، یعنی حفظ نکردی، اثبات کردم چرا باید نقطه برخورد پیدا کنیم. آفرین. این یکی رو ببینیم، این یکی، این یکی. خب بچه ها سوال رو ببینیم، گفته مجموع جواب این نامعادله به صورت اینه. خب بچه ها کسی بخواد این حل کنه بدبخت میشه، میدونی چرا؟ تو نامعادله طرف این وسط این که نمیتونه بکنه، باید این بریه رو بیاره اینجا کلشو مخرج مشترک بگیره، ساده ساده کنه تعیین علامت، ولی ما این کارا رو نمیکنیم. میگیم آقای عزیزی گفت جواب یه نامعادله هر بازه‌ای بشه اعداد اول آخر بازه نقاط برخوردشونه، پس اینو هم داریم مساوی میزنیم. حالا طرف این وسط این کن بچه ها، طرف این وسط این کنیم، 2x 2 به علاوه 2x به علاوه 8، اون برم میشه 3x 2 به علاوه 5x به علاوه 4. همه رو بریم یه طرف، این بر صفر میشه، این بر از اون کمشه، میشه x2 به علاوه 3x به علاوه 4 منهای 4، میشه x به علاوه 4 در x منهای 1، این میشه منفی 4، این میشه 1. یعنی بچه ها چون نقاط برخورد این تابع منفی 4 و 1، پس بازه ای که ما میدن اول آخرش باید منفی 4 و 1 باشه. خب معلومه آ بوده منفی 4، بی بوده 1، طراح از ما بی منهای آ رو میخواد که میشه 5.
آقا چرا آ رو منهای 4 میگیریم؟ بیا یک، خب آ اول بازه است، بیا آخر بازه. اول بازه کوچیک‌تره، آخر بازه بزرگتره دیگه. بله بله. یکی دیگه ببینیم، سوالو نگاه، سوالو ببین. گفته بچه مجموع جواب این نامعادله به این صورته. خب بچه کسی بخواد این نامعادله رو حل کنه باید بره نامعادلات قدر مطلقی حل کنه، ولی ما دیگه این کار رو انجام نمیدیم. آقا چی کار میکنیم؟ تبدیلش میکنیم به مساوی. حالا طرف این وسط این میکنیم. بفرما. و میدونیم وقتی میخوایم یه قدر مطلق رو ساده کنیم میگیم اولی مساوی مثبت منفی دومه. اینا این مساوی مثبت و منفی هم تمومه. حالا یه بار با مثبت حل میکنیم یه بار با منفی، یعنی یه بار اینو مساویه مثبت همون میذاریم، یه بار اینو مساویه منفی همون میذاریم. اینجا رو حل کنیم بچه ها ایکس اون به دست میاد 5/3. اینجا رو اگر حل کنیم بچه ها ایکس اون به دست میاد 1. پس بچه ها این اعدادی که اول آخر بازه نوشته شده کوچیکه، یعنی آ برابر 1، بزرگی که ته بازه از بی یعنی 5/3. بی منهای آ رو میخواد میشه 2/3. مساوی میذاریم بعد طرف این وسط این میکنیم. به خدا از سال 7 و 8 ما یاد دادن اول بازه کوچیکتر آخر بازه بزرگتر. پس عددی که به دست میاد کوچیک ما رو اول بازه است، بزرگ ما رو آخر بازه است. بچه‌ها یه چیزم بهتون یاد بدم. خانم چرا بی منهای آ؟ خب طرح گفته بی منهای آ، من چیکار کنم؟ دم شما گم. جوابی که بچه‌ها رو بدم، چرا گفته بیشترین مقدار؟ خب بچه‌ها یه سوال دارم. وقتی یه بازه ای میشه 3 تا 5، یعنی از اینجا تا اینجا جوابه. خب این بازه بچه ها از اینجا تا اینجا بازه به حساب میاد، از اینجا تا اینجا بازه است، یعنی ولی بازه ما بیشترین مقدارش اینجاست، کمترین مقدار رو نمیتونه بخواد، چون هی میتونیم بازمون رو کوچیک و کوچیک‌تر کنیم به سمت صفر بریم. وقتی میگه بیشترین مقدار یعنی طول کل بازه رو ازتون میخواد. خب یه مطلبی هم بگم بچه ها، این چیه اینجا نوشته؟ این اینی که داخل آکولات نوشته گوشه کنار چیه این بچه ها؟ نه فرقی نمی کنه محمد هادی جان، فرقی نمی کنه. چرا اونو داخل آکولات نوشته؟ بله میتونستیم خانم زاره، میتونستیم. آهان نه، به خاطر اینکه ریشه مخرجه، مخرج عدد 3/2 صفرش میکنه دیگه. گفتیم تعریف نشده ها قبول نیستن. هر موقع دیدی داخل آکولات یه عددی رو گذاشته کنار اون ریشه مخرجه، همیشه خواسته بگه قبول نیست، یه ریشه مخرج. این هم از خب بیایم اینجا. دوبار تجربی یه بار ریاضی سوال اومده. این گفته نمودار این تابع در بازه آوبه بالاتر از اینه. بچه ها گفته نمودار این تابع بالاتر از اینه. خب بچه ها من بخوام اینو حل کنم خیلی اذیت میشم، بخوام اینو حلش کنم خیلی اذیت میشم. آقا چیکار میکنیم؟ اینو برمیداریم تبدیلش میکنیم به مساوی. این آوبه به دست میاد. خب بچه ها مساوی، چون این بر توان دو داره اون برم توان دو داره، یعنی توان زود جذر میگیریم. از این بر جذر بگیریم. فقط یه چیزی بگم یادت باشه، هر وقت تو ریاضی جذر میگیری باید دورش قدر مطلق بذاری، چون جذر منفی نمیشه. مثلا جذر 25 میشه 5، منفی 5 که نمیشه که، همیشه جذر باید مثبت باشه. پس از هر چیزی جذر گرفتید دورش قدر مطلق بذارید، یعنی ما میفهمیم باید مثبت باشه. از اونوری هم جذر میگیریم دورش قدر مطلق میذاریم. خب بچه ها دوباره قدر مطلقی شد، میگیم اولی مساوی مثبت منفی دومی یا دومی مساوی مثبت منفی اولی، فرقی نمیکنه. حالا یه بار اینو حل میکنیم یه بار اینو. از اینجا میشه این، از اینجا میشه این. خب بچه این بالای
معادله درجه دوه، ولی دلتاش اگه حساب کنین منفی میشه، این اصلا جواب نداره. این پایینیه ولی دلتاش مثبت. پایینیه رو باید حل کنیم. آقا یه سوال دارم ازت. فرقی نمیکنه. باز میگیم اولی مساوی مثبت منفی دوم. فرقی نداره. خب بچه‌ها میخوام اینو حل کنم. چطوری اینو تجزیهش میکنم؟ قشنگ گوش بدید. قشنگ گوش بدید. هر موقع یه عبارت رو میخواید تجزیه کنید، هر موقع یه عبارت درجه دو رو میخواید تجزیه کنید، میگم نگی نگفتی ها، عبارت درجه دو رو خواستید تجزیه کنید پشتش ضریب داشت، ضریبه رو برید تو عدد ثابت ضرب کنید، میشه x2 به اضافه x منهای 2، بعد جمله مشترک بزنید. بچه جمله مشترک دو تا عدد که ضربش بشه منهای 2 جمعش بشه 1، اینم جمله مشترک. حالا تیر خلاص، اون عدده بود پشت x2 بود، اون عدده رو هر چیزی که بود تو یکی از پرانتزا بذارید پشت x، تو اون یکی پرانتز بذارید زیر عدد ثابت. هر موقع یه عبارت درجه دو دیدی پشت x دو ضریب داشت خواستی تجزیهش کنی، اول ضریبه رو بردار ضرب کن تو عدد ثابت، بعد جمله مشترک بزن. بعد که جمله مشترک زدی، اون عدد دو رو، عدد دو رو تو یکی از پرانتزا بذار پشت x، تو اون یکی بذار زیر عدد ثابت. میتونی پشت این قرار بدی زیر اون یکی، یا پشت اون قرار بدی زیر این یکی، فرقی نمیکنه. خب بچه ها اینو اگر مساوی صفر قرار بدید میشه یک دوم، اینو مساوی صفر قرار بدید میشه منفی یک، و نه فرقی نمیکنه. و برای بار هزارم، اول بازه همیشه کوچیکتر از آخر بازه است، پس این میشه اونی که اول بازه است، اینم میشه اونی که آخر بازه است. بچه ها طرح از ما چی رو خواسته؟ بی منهای آ. بچه ها بی منهای آ یه دوم، هم منهای یک کم کنید میشه سه دوم. بله فاطمه خانم فرقی نمیکنه. خیر چرا گفتم اول یه جواب نداره؟ خب دلتاش منفیه دیگه، دلتا بی دو منهای چهار راستش منفیه، جواب نداره. آباری کلا. خب بچه ها گفته بی منهای آ دیگه، شما باید بی منهای آ کنید. یه جمله بگم، من یه دایره مثلثاتی به شما یاد میدم، این دایره مثلثاتی رو اگر بلد نباشی فاتحت خونده است برای جلسه های بعد. ببین اصلا تعطیل میشه کلا، چون من همه جا از این میخوام استفاده کنم، همه جا میخوام استفاده کنم. ببینین دایرهمون همینه، حتی داخل دایره مثلثاتی به این نقطه ها، داخل دایره مثلثاتی به این نقطه ها، به این، به این، به این و به این، به این نقطه ها میگیم نقاط مرزی دایره، مرز دایره. چرا مرز؟ چون مثلا این نقطه مرز بین ناحیه اول و ناحیه دوم، به اینا میگیم مرز دایره. خب حالا یه لحظه اینجا رو ببین، حواست پیش من، حواس اینجا. بچه ها میدونی که اینجاست صفر، میدونی که اینجاست پی دوم، که اینجاست پی، که اینجاست سه پی دوم، که اینجاست دو پی. بچه ها چیز جالب بگم، شما دایره رو پی دوم دیگه میری جلو، پی دوم دیگه میری جلو، هی پی دوم پی دوم اضافه میکنیم بهش، هی پی دوم پی دوم اضافه میکنیم بهش، پی دوم پی دوم هی بهشون اضافه میکنیم. حالا من میخوام یه جمله به شما بگم، اینا رو نمیخوام حفظ کنی، میخوام یه جمله بگم. آقا جمله چیه؟ کیا سمت راست دایرن؟ اونایی که ضریبشون زوجه. هر کی ضریبش زوجه سمت راست دایره است. پس با اجازهتون یه کاری انجام میدم، اینا رو پاک میکنیم. اینا رو پاک میکنیم، سمت راست دایره میشه ضرایب زوج. پس اینجا بچه ها میشن اونایی که زوج با پی هن. یعنی دو پی، چار پی، شیش پی، هشت پی، ده پی، دوازده پی، چار، همه زوج ها سمت راستن، همه فرد ها سمت چپن،
همه فردها سمت چپن. پس اینو پاک میکنیم. خب فردهای پی سمت چپ. حالا نکته بعدی بچه ها، اینو اشاری بگید. اینو پنج دوم اشاری بگو. دونیم بچه ها. نه دوم اشاری بگید. چهار و نیم. ولی بچه ها اینجا سه دوم میشه یک و نیم، هفت دوم میشه سه و نیم، یازده دوم میشه پنج و نیم. نکته مهم، اونایی که زوجن با نیم بالای دایرن، اونایی که فردن با نیم پایین دایرن. یعنی من نگاه، زوجه سمت راست، ببین زوجه سمت راست، میبینی؟ زوج سمت راست، فرد سمت چپ. زوج با نیم بالا، فرد با نیم پایین. منظورم فهمیدی؟ بله. خب پس اونایی که بالا هن زوج و نیمن، اینایی که پایینن فرد و نیمن. سوال منو جواب بده، این کجاست؟ این کجاست تو دایره؟ 16 پی راست، 11 پی، 11 پی مرسی. خب این چطور؟ 17 پی دوم. 17 تقسیم بر دو میشه 8 و نیم. 17 تقسیم بر دو میشه 8 و نیم. آفرین. میشه بالا. ولی مثلا اگر برگردم به شما بگم 23 پی دوم، 23 تقسیم بر دو میشه 11 و نیم. این میشه پایین. بله. خب پس شما نقاط مرزی دایره رو یاد گرفتید. نقاط مرزی دایره اوکی شد. بله. حالا اینجا رو ببین. قسمت بعدی. بچه ها کامل حواسا پیش من. به این زاویه میگیم پی شیشم، یعنی 30 درجه. خب اینجا رو ببین بچه، نکته فوق‌العاده مهم، این چقدر بالاست؟ 30 درجه. بچه از این ورم 30 درجه بیایید بالا، باز میشه پی شیشم. از این ورم 30 درجه برید جلو، باز بهش میگن پی شیشم. از این ورم 30 درجه برید، باز بهش میگن پی شیشم. حواست پیش من باشه بچه ها. به این میگیم پی چهارم. اینه هم که اینجا روبروشه میشه پی چهارم. اینه هم که اینجا روبروشه میشه پی چهارم. به اینم میگیم پی چهارم. به این میگیم 60 درجه، یعنی پی سوم. به اینم میگیم 60 درجه. به اینم میگیم 60 درجه. به اینم میگیم 60 درجه. حالا من یه مطلب مهم بهتون بگم. اینجا رو نگاه کن. خب نکته فوق‌العاده مهم، حواست پیش من.
بچه ها اونایی که تو ربع اولن ضریبشون یکه، اونایی که توی ربع اولن ضریبشون یکه. اونایی که تو ربع دومن ضریبشون یه دونه کمتر از مخرجه، یه دونه کمتر از مخرج. اونایی که تو ربع دومن ضریب صورتشون از ضریب مخرج یکی کمتره. اونایی که تو ربع سومن ضریب صورتشون از ضریب مخرج یکی بیشتره. ضریب صورتشون از ضریب مخرج یکی بیشتره. تا اینجا فهمیدین؟ تا اینجا فهمیدین؟ بله. اوکیه. پس ربع اول ضریب یکه، ربع دوم ضریب صورت از مخرج یکی کمتر، ربع سوم ضریب صورت از مخرج یکی بیشتره. و اما ربع چهارم، و اما ربع چهارم بچه تو ربع چهارم میدونی چه نکته ای داره؟ اینجا رو ببینید بچه، ضریب این چنده؟ این مرز دایره ضریبش چنده؟ قبول داری اینا، اینا هنوز به اونی که ضریبش دو نرسیدن؟ قبول داری هنوز به اونی که ضریبش دو نرسیدن؟ آفرین. پس یه سوال دارم بچه، این که مخرج شیشه ضریبش چند باشه میشه دو؟ قبول داری اینجا دوازده بذارم میشه دو؟ قبول داری دوازده به شیش میشه دو؟ ولی ما نمیخواییم به دو برسه، پس یازده میذاریم. بچه این که مخرجش چاره ضریبش رو چند بذاریم به دو میرسه؟ پس نباید به دو برسه، هفت میذاریم. بچه این که مخرجش سه ضریبش چند باشه میشه دو؟ شیش باشه، ولی ما پنج میذاریم. یعنی بچه ها تو ربع اول ضریب یکه، تو ربع دوم ضریب یکی کمتر، تو ربع سوم ضریب یکی بیشتر، و تو ربع چهارم ضریبمون نرسیده به دو برابر مخرجه. لطفا سوالای منو سریع جواب بدین. بله دقیقا. این ربع چندمه؟ این ربع چندمه؟ ضریبش یکه. بله اول. الان ربع چندمه؟ دوم. بله الان ربع چندمه؟ مرسی سوم. الان ربع چندمه؟ چهارم. چون عدد نو به دو برابر پنج نرسیده. آباریکلا. خب حالا که اینا رو بهت گفتم اینا نگاه کن چقدر باحاله. حواست اینجا بچه ها، توی ربع اول، توی ربع اول اجازه بده، توی ربع اول همه مثبتن، سینوس و کوسینوس و تانژانت و کوتانژانت همه مثبتن. توی ربع دوم سینوس مثبته، توی ربع سوم تانژانت مثبته، و هر جا تانژانت مثبته کوتانژانت هم مثل اون مثبت، و تو ربع چهارم کوسینوس مثبته. یعنی بچه‌ها این کلمه هستک، این کلمه هستک علامت مثبتا رو بهت میده، علامت مثبتا رو بهت میده. یعنی بهت میگه که تو ربع اول همه مثبتن، تو ربع دوم سینوس فقط مثبته، تو ربع سوم تانژانت مثبته و کوتانژانت، تو ربع چهارم کوسینوس مثبته. حالا میخوایم ببینیم یعنی چی. لطفاً سوالو نگاه کنید، لطفاً سوالو نگاه کن، کیف کن. اینجا رو ببین بچه‌ها، جواب اینو میخواد. جواب اینو میخواد. خب سوال منو جواب بدید بچه ها، کدوم زاویه سینوسش یه دومه؟ معروف ترین زاویه چه سینوسش یه دومه؟ بوده ببینم، 30 درجه. پس بچه ها ایکس ما باید زاویه 30 درجه باشه، یعنی پی شیشم. به من بگید پی شیشم تو ربع دوم ضریبش چند بود؟ تو ربع دوم ضریبش چند بود؟ مرسی.
تو ربع سوم ضریبشتن بود. مرسی. تو ربع چهارم ضریبشتن بود. آباریکلا. حالا سوال منو جواب بدید. سوال من. بچه ها با توجه به این که این یه دوم مثبته، به من بگید طبق کلمه ی هستک سینوس کجا مثبت بود؟ طبق هستک سینوس کجا مثبت بود؟ ربع اول و دوم. یعنی از این زاویه هایی که نوشتید فقط اولیش و دومیش قبولن، اینا قبول نیستن. یعنی فقط اون دوتای اولن که سینوسشون مثبته یه دومه، اونای دیگه سینوسشون منفیه یه دومه. متوجه منظورم شدی؟ بله. آباریکلا آباریکلا. نه خیر علی محمد، چون کتانجان مثل تانجان تمیشه علامتش، نمیخواد بیاری داخل کلمه. اینجا رو ببینیم بچه ها، کدوم زاویه است که کوسینوسش رادیکال دو دومه؟ کدوم زاویه کوسینوسش رادیکال دو دومه؟ مرسی مرسی. 45 درجه، یعنی پی چارم. پی چارم تو روبه دوم ضریب، تو روبه دوم ضریب، ماشاءالله. تو روبه سوم، تو روبه سوم مرسی. تو روبه چهارم آباریکلا. حالا لطفا جواب بده، پشت این یه منفی داریم. بچه من بگید کوسینوس بخواد منفی باشه، طبق هستک کجاها کوسینوس منفیه؟ کجاها کوسینوس منفیه؟ دو و سه، روبه دو و سه، روبه اول که همه مثبتن، روبه چهارم هم هستک حرف که داریم، یعنی کوسینوس مثبته، پس میشه روبه دو و سه، ناحیه دو و سه. پس بچه ها فقط دومی قبوله با سومی، اینا قبول نیستن. فقط دومی و سومی هم که کوسینوسشون منفی رادیکال دو دومه، اونای دیگه کوسینوسشون مثبت رادیکال دو دومه. کامل یاد گرفتین؟ بله بله. منفی داره، بله پشت رادیکال علامت منفی داره. آباریکلا. خب بچه ها اینجا رو بینیم، از جلسه بعد تمرین و تست و اینا از هفته بعد انشالله. خب بچه ها آخرین تذکر رو بگیم و بحثمون رو تموم کنیم. آخرین تذکر رو بگیم بحثمون رو تموم کنیم امروز. آخرین تذکر رو بگیم و بحثمون تموم. بچه ها ما یه چیزی داریم به نام مثلث مرجع، به نام مثلث مرجع. مثلث مرجع چیه بچه ها؟ هر منو نگاه، هر موقع بین سینوس و کوسینوس و تانژانت و کوتانژانت، بین سینوس و کوسینوس و تانژانت و کوتانژانت، هر موقع بین این چهارتا داخل یه سوالی یکیش مشخص بود، یکیش مشخص بود، شما میتونید بدون اینکه از هیچ فرمولی استفاده کنید بقیه رو به دست بیارید. ببینیم اینجا بچه ها گفته آلفا حاده است، یارتون باشه حاده اسم دیگه یه ربع اوله و میدونید تو ربع اول همه مثبتن. گفته بچه ها سینوس شده سه هفتم. خب بچه ها سینوس رو داره تانژانت رو میخواد. خب بچه ها ما فرمول داریم، چه فرمولی؟ مثلا یک به علاوه تانژانت دو میشه یک به روی کوسینوس دو، بعد سینوس دو به علاوه کوسینوس دو میشه یک. ما اول باید سینوس رو بذاریم اینجا، کوسینوس رو به دست بیاریم، بعد کوسینوس رو بذاریم اینجا، تانژانت رو اصلا نمیخواد این کارا رو بکنیم. هر موقع بین سینوس و کوسینوس و تانژانت و کوتانژانت یکیشو داشتیم بقیه رو خواستیم، از روش مثلث مرجع استفاده میکنیم. اما روش مثلث مرجع چیه؟ اینجا رو ببین، حواست پیش من باشه. خب بچه ها یه مثلث میکشم قائم الزاویه، این زاویه هر رو یه جا قرار میدم، هر جا دوست داشتم. بچه ها سینوس میشه ضلع مقابل به وتر. خب اینجا سه، اینجا هفت، با فیثاغورس میرم اینو پیدا میکنم،
بچه ها فیثاغورس بزنید این به دست میاد، رادیکال چهل. یه فیثاغورس بلدیم دیگه. حالا تانژانت رو میخواد. بچه ها تانژانت میشه ضلع مقابل به ضلع مجاور. رادیکال چهل رو اینطوری پیدا کردم، 7 به توان 2 میشه این به توان 2 به اضافه 3 به توان 2. 9 بردم بعد 49 کم کردم شد 40، شد رادیکال چهل. بچه ها ضلع مقابلمون 3، ضلع مجاورمون هم رادیکال 40ه و همیشه هم آخر میایم این کار انجام میدیم، میگیم تو رو به اول همه مثبتن پس تانژانت هم مثبته. آقا ای بله یکی دیگه میگین؟ بله بفرمایید. گفته انتهای کمان آلفا در ربع دوم. بچه ها ربع دوم طبق هستک فقط سینوس مثبته، بقیه منفیه. گفته تانژانت شده -3، این منفی رو کاری نداشته باش، این منفی به خاطر ربع دومه، شما کاریش نداشته باش. بچه تانژانت شده 3، عدد 3 یعنی این دیگه. تانژانت میشه مقابل به مجاور. یه مثلث مرجع برای خودمون میکشیم، میگیم مقابل به مجاور. اینجا رو با فیثاغورس به دست میاریم. بچه فیثاغورس به دست بیاریم این میشه رادیکال 10. حالا از ما کوسینوس رو میخواد. کوسینوس میشه ضلع مجاور به بتر. خب بچه ها مجاورمون 1، بتر رادیکال 10. حالا حرکت آخر، فقط سینوس مثبته، بقیه باید منفی باشن. خب بچه ها بهم بگین یاد گرفتین این روشو؟ روشو یاد گرفتین؟ بله. خب یه تذکر بگم، درس من دیگه تمامه تقریبا. نکته طلایی به اعتیاد بدم. اگر دیدی زاویه ای رو که داده خودشو نمیخواد، نصفشو میخواد. اگر یه زاویه به داد به جای اینکه بعدن خودشو بخواد نصفشو خواست. آقا مثل چی؟ اینجا رو ببین. بچه ها سینوس 2 آلفا رو داده آلفا رو میخواد. کوسینوس 22 رو داده 11 رو میخواد. بچه ها هر موقع یه زاویه ای رو داد نصفشو خواست. یه سری فرمول داریم تو سال 11 ریاضی‌ها داشتن، 12 هم دارن، تجربیام 12 دارن. اسمش از فرمول‌های نصف کمان، یعنی یه چیزی رو بدن نصفش بخوان. 8 تا دونه فرموله. فرمول‌های نصف کمان 8 تا فرموله. به جای اینکه این 8 تا رو حفظ کنی کل 8 تا رو بریز دور. آقا ما حفظ نبودیم تا حالا، خب نخوندی انو. بعدم معلمه تو 12 میگه باید حفظ کنی، بریزش دور. من به تو یه چیزی یاد بدم. آقا چی؟ هر موقع یه چیزی رو دادن نصفشو خواستن، از این روش من میری به هیچی اصلا یاد نمیدی. آقا چه روشی؟ نگاه کن، یه مثلث مرجع میکشیم، زاویه ای که طراح داده رو میذاریم اینجا. بچه سینوس شده 3/5 میشه ضلع مقابل به وتر. خب اول من میگید با فیثاغورس این چند در میاد؟ مرسی. خب حالا چون نصفشو میخواد، نصفشو میخواد، میایم به اندازه وتر رو سطح زمین حرکت میکنیم. به اندازه وتر روی سطح زمین حرکت میکنیم. نه نیاز نداره، کلا فرمول نصف کمان تعطیل دیگه. نصف کمان 8 تاشو بریز دور. خب بچه ها یه مثلث درست میشه، این مثلث متساوی و ساقینه. حالا من از شما یه سوال دارم. بچه ها قبول دارید این دوتا زاویه با هم برابرن چون متساوی و ساقینه؟ اینو قبول دارین؟ بله. بچه ها و قبول دارید این زاویه دو آلفا، قبول دارید برای این مثلث زاویه خارجی محسوب میشه؟ بله. از سال 9 و 10 به ما یاد دادن آقا چی؟ زاویه خارجی با جمع دوتا زاویه داخلی برابره. بچه ها یعنی وقتی این دو آلفاه باید این دوتا هم جمعشون دو آلفا بشه. پس قبول داری هر کدومشون آلفا بودن؟ آها، یعنی نکته مهم، شما همیشه تو مثلث مرجعتون هر زاویه بذارید به اندازه وتر برید عقب، زاویه‌ای که این پایین به وجود میاد نصفش همیشه.
خب بچه ها ته سوال بخونیم. ته سوال گفته سینوس آلفا چی میشه؟ بچه ها نگاه کنید لطفا به این مثلث نگاه کنید لطفا به این مثلث نگاه کنید اینجا زاویه‌اش آلفاه. بچه ها سینوس میشه زل مقابل به وتر. وتر رو از کجا بیارم؟ خب اون بر که سه، این برم که نوه، فیثاغورس بزنیم این به دست میاد رادیکال 90. تمام. بدون اینکه حتی یه دونه از فرمولای نصف کمانه بخوام از اون 8 رو حفظ کنم. و متأسفانه تمام کتاب تستای بازارم زیر رو کنه اصلا نمیبینی این روشو. میخوای بهتر بفهمی؟ اینها. ما درسمون تمامه. مثالمون دیگه مثال آخره. درسمون شد. بچه ها 22 رو داده 22 رو داده 11 رو میخواد. مثبت میشه دیگه. وقتی اضافه خودشون مقدارش مثبت بود نصفش هم کوچیکتره ربع اول میفته مثبت. بچه ها نگاه کنیم 22 رو داده یه مثلث میکشم اینجا رو میذارم 22 کوسینوس شده 12 13 اینجا 12 اینجا 13 فیثاغورس میزنیم این در میاد 5. به اندازه وتر روی سطح زمین میریم عقب 13 تا اینو به این وصل میکنیم. این دوتا با هم برابرن پس این دوتا زاویه هم با هم برابرن. بچه ها زاویه خارجیمون 22 اینا باید جمعشون بشه 22 یعنی هر کدوم چند بودن؟ هر کدوم چند بودن؟ ماشاءالله 11. خب بچه حالا مثلث بزرگی رو با هم میبینیم. مثلث بزرگ رو با هم میبینیم. بچه این زاویه 11 درجه است. از ما تانژانتش رو خواسته. تانژانت میشه ضلع مقابل به ضلع مجاور. ببین چه قشنگ حل شد. دیدی چه قشنگ حل شد؟ حتما به اندازه وتر، حتما به اندازه وتر که مثلث متساوی و ساقین بشه. سوال آخرمون سوال کنکور تجربی. گفته تانژانت شده 4/3. بچه‌ها مثلا دانش آموزی بخواد تو کنکور این سوال حل کنه، باید این فرمول رو بلد باشه. وارد مثلثات نشید فاطمه خانم. اینا رو فعلا بلد باشه تو مثلثات کامل بگیم. همین رو برعکس میگیم. بچه‌ها تو مثلثات یه فرمول داریم. کوتانژانت منای تانژانت میشه دو تا کوتانژانت دو آلفا. دو تا کوتانژانت دو آلفا. فیثاغورس زدم 90 رو به دست آوردم. ولی بچه‌ها ما از این فرمولا استفاده نمی‌کنیم. آقا پس چیکار کنیم؟ یه مثلث می‌کشم. میگم به من x رو داده x دوم یعنی نصفش رو می‌خواد. بچه‌ها اینجا رو میذارم x. تانژانت میشه ضلع مقابل به ضلع مجاور. فیثاغورس میزنیم اینجا به دست میاد 5. به اندازه وتر رو سطح افق حرکت میکنیم. مثلث میشه متساوی و ساقین. خب بچه ها این زاویه خارجیه. با جمع این دوتا باید برابر شه. قبول داری چون زاویه خارجیمون xه اینا هر کدومشون باید نصف x باشن؟ تا در مجموع بشن x. اینو قبول دارین؟ بله. آباری کلا آفری. حالا مثلث بزرگی رو نگاه کنید بچه ها. اینجا زاویه x دومه. گفته کوتانژانت x دوم منهای تانژانت x دوم. کوتانژانت میشه مجاور به مقابل. تانژانت میشه مقابل به مجاور. 8/4 میشه 2، 4/8 میشه نیم. دو منهای نیم میشه 1/2. ببین چه خوشگل بود. یاد گرفتیم بچه ها؟ بله. حل بچه ها. حل. دمتون گرم. خیلی خیلی خسته نباشید همگی. انشاءالله از جلسه آینده جزوه رو کامل فصل به فصل براتون ارسال میکنیم. زودتر هم میفرستیم که پرینت بگیرین داشته باشین. کتاب تست هم هفته آینده معرفی میکنیم که دیگه تمرین حل کنیم و بریم جلو. خب بچه‌ها دیگه هفته بعد همیشه همین تایم، تایم ثابتی کلاسامونه تا آخر سال. مواظب خودتون باشین. جزوه حل شدنم براتون تا
یک رو به دیگه براتون ارسال میکنیم. مواظب خودتون باشین. خدا نگهدار همگی.